ارگ بم بزرگترین سازه خشتی در جهان است که محل آن در شهر بم و در استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد. در تاریخ 5 دی سال 1382 در اثر زلزله بم آسیب دید، اما در بد و حادثه به دلیل اهمیت آن سریعاً در فهرست آثار میراث جهانی در خطر قرار گرفت و با همکاری یونسکو و بسیاری از کشورها پروژه نجات بخشی از این اثر انجام شده است. چند روز پس از زلزله محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران دستور بازسازی آن را صادر کرد. بم و فضای فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان بخشی از میراث جهانی بم و چشم انداز فرهنگی آن به ثبت رسیده است. سلام دوستان، خوش آمدیم به کانال تاریخ معاصر ایران و جهان. اگر از این نمونه ویدئوها خوشتون میاد حتما ویدئو را لایک کنید و در قسمت کامنت نظرات خودتون را بگذارید. این ارگ عظیم در قرن ششم تا چهارم قبل از میلاد دوره امپراتوری هخامنشی ساخته شده است و تا سال 1850 پس از میلاد نیز همچنان مورد استفاده بود. ارگ از قرن هفتم تا یازدهم به عنوان چهارراهی در امتداد جاده ابریشم و دیگر راه‌های تجاری مهم به عنوان تولید کننده لباس‌های ابریشمی و نخی اهمیت یافت. کل بنا دژ بزرگی بود که ارگ را در خود جای داده بود، اما از آنجا که ارگ بر خرابه‌ها تسلط دارد اکنون کل قلعه را ارگ بم می‌نامند. خدمت باستان شناسی دقیق از بناهای ارگ بم در دست نیست. با این حال از طریق منابع تاریخی و متون باستانی اولین سکونت انسان در این منطقه را میتوان به قلعه ساخته شده توسط هخامنشیان در حدود 323 تا 579 قبل از میلاد ردیابی کرد. برخی از ویژگی های ارگ مانند استقرار آن بر روی سکوی ترکیبی از بالای تپه طبیعی و تراز دست‌ساز توسط باستانشناسان با مدل هخامنشی تخت جمشید مقایسه شده است. در زمان حکومت اشکانیان قلعه گسترش یافت و به ارگ بم تبدیل شد. در مطالعه تطبیقی با عنوان بم و تاریخ مختصر شهرسازی در ایران به این نتیجه رسیده شد که هستی اصلی شهر بم و بخش والی در دوران اشکانیان ساخته شده است. در زمان ساسانیان این قلعه به تصرف اردشیر بابکان در آمد. استحکامات و دیوارهای جدید در بین سالهای 224 تا 637 پس از میلاد ساخته شد. در سال 645 میلادی منطقه کرمان به تصرف اعراب درآمد و احتمالاً ارگ بم در جریان جنگ آسیب دیده است. یکی از فرماندهان عرب مسجد الرسول را تأسیس کرد که یکی از نخستین مساجدی است که در اوایل دوران اسلامی در ایران ساخته شده است. در سال 656 میلادی خوارج گروهی از مسلمانان که از علی ابن ابی طالب شکست خورده بودند به کرمان و بم گریختند و در ارگ بم ساکن شدند. در سال 869 میلادی یعقوب ابن لیث صفار که با عباسیان می جنگید خوارج را شکست داد و ارگ بم را تصرف کرد. سپس این ارگ به مقر اصلی او تبدیل شد. نام بم برای اولین بار توسط نویسندگان اسلامی در قرن دهم میلادی ذکر شده است. به گفته این نویسندگان بم در آن زمان بازاری مستقر بود که توسط یک منطقه کشاورزی وسیع احاطه شده بود. این شهر به خاطر پارچه های نخی ظریف و خوش‌ذوق، قلعه تسخیر ناپذیر، بازارهای شلوغ و نخله هایش معروف بود. پس از حمله مغول به ایران بم و منطقه کرمان به خاندان قرخطائیان واگذار شد که از سال 1240 تا سال 1363 میلادی بر منطقه حکومت کردند. بم از موقعیت استراتژیک در مسیر عدویه بهره می برد که این منطقه را به جاده ابریشم متصل می کرد. این شهر به دلیل پرورش کرم ابریشم و صنعت ابریشم شکوفا شده بود. در دوران حکومت صفویه از سال 1502 تا سال 1722 ایران دوره از صلح و ثبات نسبی را پشت سر گذاشت. ارگ بم و سایر نقاط کشور توسعه چشمگیری داشت. کاخ چهار فصل در این دوره ساخته شد. در اواخر حکومت صفویه ارگ بم توسط بنیانگذار سلسله قاجار آقا محمد خان فتح شد
که از ارگ به عنوان نقطه استراتژیک برای دفع تهاجمات افغان‌ها و بلوچ‌ها استفاده کرد و در نتیجه آن را به پادگان نظامی تبدیل کرد. ارگ تا سال 1932 به عنوان پادگان استفاده می‌شد. با این حال از آن زمان پادگان و شهر قدیمی متروکه شده است. در سال 1953 این منطقه به عنوان یک مکان تاریخی مهم ملی شناخته شد و بروند تدریجی نگهداری و مرمت آغاز شد. با این حال بیشتر کارها از سال 1973 به بعد انجام گردید. پس از سال 1357 ارگ بم تحت مسئولیت سازمان میراث فرهنگی ایران قرار گرفت. ارگ در سال 1372 به عنوان یکی از پروژه های شاخص سازمان میراث فرهنگی معرفی شد. خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.